أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حديث الشريف از پیغمبر خدا صلى الله عليه وآله وارد شده که فرمودن لولا أني أكره أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وآله استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير. معنی حدیث شریف این است که پیغمبر اسلام می‌فرمان یک قوم کثیری مستحق قتل هستند. یک قوم کثیری اینا باید کشته بشن. به دست پیغمبر اسلام، به حکم پیغمبر اسلام باید کشته بشن. مستحق قتل هستند. به هر منطقی مستحق قتل هستن. به منطق سیاست باشه مستحق قتلن، به منطق حروب و جنگ افروزی باشه مستحق قتلن، به منطق اجتماعی باشه مستحق قتل هستن. به هر منطقی این قوم کثیر مستحق قتلن. پیغمبر خدا می فرمان اما من اینا رو نمی کشم و نکشتم، به سبب اینکه یک سوژه و عذری دست دشمنهای اسلام نیفته که اونا اسلام را به عنوان یک شیء رعباور بخوان مطرح کنن تو دنیا، یعنی بخوان به عنوان یک آیین و یک دین موحش و خونریز مطرحش کنن که بگن این اسلام اون روزی که ضعیف بود یه عده ای او را کمک کردن، حالا که قوت پیدا کرد این اسلام اونا را کشت. تا نتونه کسی اینجور حرف را پخش کنه، این دعای سیاه را دروغ تو دنیا منتشر بکنه. یعنی عده‌ای هستن که حضرت قوم کثیر تعبیر فرمودن، قوم بسیار، اینا حکمشون قتله، حکم عقلیشون قتله، به منطق عقل باید اینا کشته بشن. چرا؟ چون اینا آمدن به ظاهر اسلام آوردن، در باطن در درونشون کفره و همش مشغوله کیده به اسلام هستن، مشغول به تعبیر سیاسیین امروز مشغول خیانت عظما هستن. اینا همه جور هی خیانت میکنن، خیانت هایی که سبب میشه کسایی که نمیدونن اسلام چیه، نمیشناسن اسلام را، از اسلام وحشت زده بشن، خوف از اسلام پیدا بکنن به سبب این دعایه های سیاه. اینا بتونن اسلام را یک شیء مخوف و با رعبی نشون بدن. کسایی که اینجور میکنن این همون خیانت عظماست در منطق سیاست امروز. اما پیغمبر خدا میفرمان این کسایی که خیانت عظما میکنن به منطق سیاسی امروز، اینا رو من نمی کشم و نکشتم. این منطق رحمت اساس اسلامه. اساس اسلام بر رحمت قرار داده شده. چارچوبه اسلام رحمته. عمق اسلام رحمه. قرآن کریم، کتاب اسلام، اول آیش شروع با رحمت شده، بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم تو هر سوره ابتداش بسم الله الرحمن الرحیمه. حتی سوره که 4 دونه آیه داره، یه دونه اولش بسم الله الرحمن الرحیمه. 5 آیه داره، اولش بسم الله الرحمن الرحیمه.
اینجور تأکید بر رحمت، شروع از رحمت، چارچوبه رحمت برای اسلام بیان کردن، یک واقعیتیه که یکی از مصادیقش همین فرمایش پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. هر جنگی مثل جنگهایی که تحمیل بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله شد، هر کسی دیگه جای پیغمبر اسلام بود، این جنگ ها با این مقدار کم کشته تموم نمی شد. اگه انسان حکومت های قبل پیغمبر اسلام و بعد پیغمبر اسلام، حتی حکومت هایی که به نام اسلام حکومت کردن مثل بنی امیه و بنی العباس رو ملاحظه کنه، ببینه اینا چقدر کشتار داشتن. حتی انبیا را انسان ملاحظه کنه، تاریخ انبیا که همشون مرتبط با خدای تبارک و تعالی هستن، هیچ کدوم مثل پیغمبر اسلام اینجور نمونه نیستن و هیچ کدوم مثل اسلام اینجور قیام نکرد با این همه مشکلات داخلی از منافقین از اصحاب پیغمبر اسلام و مشکلات خارجی از مشرکین و نصارا و یهود و ملحدین، با اینقدر کم کشته تموم بشه. اسلام یه دینی که قائم شد، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله اقامه یک دینی کردن که در همه جهت انقلاب بود. انقلاب بر عقاید فاسده بود، انقلاب بر اخلاق فاسده بود، انقلاب بر احکام فاسده بود، انقلاب بر اسلوب فاسدی که تو جامعه منتشر بود، یک انقلاب از همه جهت، انقلاب بر عقیده بت‌پرستی، بت‌های آهنی و بت‌های طلایی و بت‌های نقره‌ای و بت‌های فلزی دیگر و بت‌هایی که از گچ بود یا از تخته بود یا از مواد خوراکی بود مثل خرما. بشر بت خودش درست میکنه و بعدم عبادت میکنه این بت را. این فساد عقیده به این بدی، پیغمبر اسلام انقلاب بر این فساد عقیده کردن و تغییر دادن این را. اون اخلاق فاسد، اون فسادهای مختلف، اون آدم کشی ها، اون دختر کشی ها، اون ظلم ها، یک انقلابی جا افتاد در همه جهت با این مقدار کم از کشتار از طرفین، از هم اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله هم دشمنان. مورخین اتباع اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و منحرفین از اهل بیت و هاکذا کفار مورخین، دونه دونه در دونه دونه جنگ های پیغمبر اسلام که تحمیل بر حضرت شد، کشته های دو طرف را ذکر کردن و نوشتن. آدم به تاریخ که نگاه میکنه، اونی که کمتر از همه نوشته که اون اصحه، حدود 1000 کشته از طرفین، از مسلمین و از مشرکین و از نصارا و یهود و ملحدین. و اونی که خیلی مبالغه کرده و زیاد گفته 1500 گفته، حدود 1000 تا 1500. ده ها جنگ بر پیغمبر اسلام تحمیل شد، جنگ هایی که مشرکین مستقل انجام دادن، جنگ هایی که یهود مستقل انجام دادن، جنگ هایی که دیگران مستقل انجام دادن، جنگ هایی که تحمیل بر پیغمبر شد از مشرکین و نصارا، از مشرکین و یهود، از مشرکین و نصارا و یهود با هم، از مشرکین و نصارا و یهود و دیگران، از اعراب، بادیه نشین ها، از مجموع اینها بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تحمیل شد. تمام اینها با این عدد کم از کشته های طرفین که همچی چیزی، با ملاحظه کردن عدد جنگ ها و
مختلف تمام انواع جنگ هایی که بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تحمیل شد جدا یک شمار خیلی کمی است، شمار کمی است از کشته ها. کسی دیگه جای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بود و اینقدر جنگ بر او تحمیل میشد، اینقدر قدرت پیدا میکرد، نیم میلیون شاید آدم میکشت، شاید یک میلیون آدم میکشت. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چارچوبه اسلام را اعلان کردن رحمته، شروع اسلام از رحمته، عمق اسلام رحمته. یکی از مظاهر مهم رحمت که فقط و فقط در تاریخ جنگ های پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله هست که تحمیل بر حضرت شد و متابعت کردن از پیغمبر خدا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در اون سه تا جنگ عظیمی که تحمیل بر امیرالمؤمنین شد، در اونها هم امیرالمؤمنین همین کار را از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تبعیت کردن و اون این بود جنگ که تمام میشد تمام آثارش را تمام میکردن. تو دنیای امروز ببینید جنگ هایی که میشه، تو دنیای قبل امروز ببینید، خود جنگ جهانی اول رو ببینید، جنگ جهانی دوم رو ببینید، جنگ هایی که قبل جنگ جهانی اول بود. وقتی که جنگ تموم میشه تازه محاسبه احقاد شروع میشه، تازه حبس ها شروع میشه، تازه شکنجه ها شروع میشه، تازه کشتار ها شروع میشه، اعدام ها توی حبس ها شروع میشه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله جنگ که تموم میشد همه چیز تموم میکرد، حتی که یک نفر را حتی از جنگ افروزها محاسبه نمیکرد. جنگ تموم شد، دست کشید دشمن از حمله، خلاص. حالا اینا آدم کشتن، دزدیدن، مصادره کردن، چه کردن؟ تموم میشه. این مطلب نسبت به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله که در این جمله حدیث شریف که تلاوت کردم فرمودن حضرت، این یک مظهر عام اسلام و تاریخ پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. در جنگ هایی که تو این نیم قرن، سه ربع قرن اخیر، 70-80 ساله اخیر بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ های ده ها جنگی که و انقلاب هایی که در چه در کشورهای اسلامی چه در کشورهای غیر اسلامی اتفاق افتاده که این تاریخ نزدیک کم و بیش توی مجلات و کتب و جرائد و رسانه ها مطرح شده و میشه، آدم وقتی که ملاحظه میکنه بدون استثناء میبینه اون کسایی که با هم انقلاب کردن بعد از چند صباحی با هم اختلاف پیدا میکنن، یه عده قدرت به دستشونه، اون دیگری که با هم در انقلاب شریک بودن شروع میکنن اونا رو کشتن. پیغمبر اسلام میفرما من این کار رو نمیکنم. لضربت اعناق قوم کثیر، اگه این نبود برای اینکه اتمام حجت بر بشر ضعف پیدا کنه، واسه که این نشه، این ضعف اتمام حجت و بتوانن یه عده سوژه پیدا کنن، عذر پیدا کنن برای مرعوب کردن بشر از اسلام، اگه این جهت نبود که نتوانن یه همچی کاری بکنن، یه همچی چیزی بگن، لضربت اعناق قوم کثیر، گردن قوم بسیاری را من می زدم. اما نمی کنم این کار را، ما نکردن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله این را. این یکی از مظاهر رحمت اسلامه، یکی از مظاهر بسیار مهم رحمت اسلامه. این مطلب را دنیا نمیدونه، مثل مطالب دیگه مهمی که در اسلام و در پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله متجلی است و ظاهر و واقع است
دنیا نمیدونه. خیلی از مسلمان ها همینو نمیدونن. همین واقع برای دنیا مطرح بشه، خیلی از اهل دنیا به طرف اسلام میان. اگر یک روزی زمان خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله قرآن کریم فرموده و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، امروز اگه این چیزها روشن بشه برای دنیا، میلیون ها اقبال به اسلام میکنن از کفار، و ده ها میلیون و صد ها میلیون. بسیاری از خود مسلمین متاسفانه اطلاع از این معنا ندارن. در رسانه های که در اختیار کشورهای اسلامی هست، در هزارها مجله و جریده که در کشورهای اسلامی هست، در سال چقدر این مطلب مهم و ریشه‌ای و اساسی و انسانی، رحمت پیغمبر اسلام و رحمت اسلام، اونم اینجور رحمت بی نظیر، این در سال آیا مطرح میشه اصلا تو رسانه های حتی کشورهای اسلامی؟ اگرم هست خیلی کمه. این در حد اتمام حجت نیست، ولذا خیلی از خود مسلمان ها این چیزها را بلد نیستن، نشنیدن. با اینکه تو کتب هست، عرض کردم حتی عدد قتلای جنگ هایی که تحمیل بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله شد تو تواریخ مختلف دونه دونه ذکر شده. فقط اینا جمع کردن میخواد، عرضه درست کردن میخواد، درست عرضه کردن میخواد، و این یک مسئولیتی بر همه هست. این مسئولیت بر حوزه های علمیه، بر دانشگاه ها، بر متفکرین، خصوصا جوان ها که هم نیروی بیشتر و بهتر دارن، هم وقت بیشتر و بهتر دارن، هم به نتیجه روحیه باز بهتر در خیلی جوان ها هست. اینا این مسئولیت رو دارن که این مسئله رحمت اسلام، رحمت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله، که یکی از تجلیات بسیار مهمش مسئله کشتارهای پیغمبر اسلامه، کشتارهایی که به هر منطقی صحیح بود اگه می کشتن و نکشتن، کشتار جمعی صحیح بود به هر منطقی و انجام ندادن، و کشتار فردی. این مسئولیت همه است. هر کسی در حد خودش مسئولیت الهیش، مسئولیت اخلاقیش، مسئولیت انسانیش، یعنی هر انسانی بس جهت انسان بودنش مسئول از این که چیزی که آیینی، فکری مثل اسلام، مثل اسلام صحیح، نه اسلام مثل بنی امیه و بنی العباس، اسلام اهل بیت علیهم السلام که اهل بیت بیان کردن و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در شروع اسلام عملا و قولا اظهار فرمودن، این رو به دنیا معرفی بکنه انسان. امیدوارم خدای تبارک و تعالی این توفیق را به همه کسانی که این قدرت را دارن مرحمت بفرماد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.